أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان و بزرگوار، خدا را شاکریم که توفیق شد یک بار دیگه پیرامون مهمترین و مظلومترین واجب فراموش شده اسلام دقایقی به بحث بنشینیم و انشالله این بار با روی کرده سلسله جلسات احکام فراموش شده، همون احکام امر به معروف و نهی از منکر، خدا به ما توفیق بده که بتونیم بخشی از حق مطلب رو به نحو احسن ادا کنیم و انشالله که مفید فایده برای شما عزیزان بزرگوار قرار بگیره. با این امید شروع میکنیم اولین بحث از مباحث احکام امر به معروف و نهی از منکر رو که در حقیقت بحث تعاریف ابتدایی فریضت این هست. ما بنامون انشالله این است که در این سلسله جلسات احکام امر به معروف و نهی از منکر رو طبق فتاوا و نظرات و در واقع احکامی که مراجع نظام تقلید بیان فرمودن به شکلی که تا حدودی آسان و قابل دریافت و فهم برای عموم مسلمانان و مکلفین باشه انشاءالله خدمت شما عرضه کنیم. اولین موضوعی که تو بحث احکام امر معروف و نهی از منکر جا داره بهش دقت بشه بحث اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست. ما در طی این صدها سالی که در واقع از نزول شریعت مقدس اسلام میگذره هیچ فقیهی نداشتیم، هیچ مرجع تقلیدی مجتهدی نداشتیم که امر به معروف و نهی از منکر رو یک غیر واجب در دین اسلام و در شریعت اسلام تلقی کنه. یعنی فقیهی شما پیدا نمی کنید که از فقهای شیعه باشه یا حتی اهل سنت باشه و مثلا امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک کار خوب تلقی کنه، صرفا بگی که مثلا این کار حسنی است، کار نیکویی است، مستحب است. نه، همه فقها بر وجوب اون اتفاق نظر دارن، اون هم علتش ادله بسیار کثیری است که در آیات و روایات برای ما اومده و وجوب امر معروف و نهی از منکر در واقع اثبات شده است. البته حالا بحث‌های تخصصی داره که اینجا در این مختصر نمی‌گنجه، اما همینقدر بدونیم که امر معروف و نهی از منکر هم از ضروریات دین اسلام است، از واجبات است و در واقع هیچ کسی نیست از فقها که این موضوع رو ولو به شکل مستحب مثلا مطرح فرموده باشه. امر معروف و نهی از منکر همونطور که مستحضر هستید جز فروع دین اسلام است. فروع دین هم اعمال واجب هستند، نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و تولی و تبری و امر معروف و نهی از منکر. یعنی همونطور که نماز واجبه، همونطور که روزه واجبه، به همون شدت و به همون میزان امر معروف و نهی از منکر هم بر هر مسلمان و مکلفی واجبه. بنده اینجا حرف اول رو آخر بزنم، دقت بفرمایید بزرگواران، هر انسان مکلفی از همون روز و ساعت و تاریخی که نماز بهش واجب شد، از همون روز و ساعت و تاریخ امر معروف و نهی از منکر بهش واجب شده. چرا خیلی از ما امر معروف نمی کنیم یا گناه میبینیم و نهی از منکر نمی کنیم؟ این رو باور کنیم، این حقیقت رو، تا روزی که نماز بر ما واجب است هم امر معروف و نهی از منکر به ما واجبه، تا روزی که روزه به ما واجب هست امر معروف و نهی از منکر به ما واجبه. البته چه بسا روزه با عذر و پیری و کهولت سن، بیماری عارض بشه، نمیدونم سفری باشه، بفرمایید عذر شرعی باشه که روزه اونجا وجوبش ساقط بشه. یعنی بفرمایید که ان کان منکم مریض او علی سفر فعدت من ایام اخر، حالا به هر حال. اما امر معروف و نهی از منکر به این سادگی ها اسقاط تکلیف نمیشه. حواسمون باشه ابتدای تکلیف ما تا انتهای تکلیف ما امر معروف و نهی از منکر جز واجبات، جز فروع دین و ضروریات دین هست. نکته جالبی که
در مقایسه امر به معروف با برخی دیگر از واجبات مثل نماز و روزه و خمس و اینها میبینیم اینه که امر به معروف و نهی از منکر تعداد وجوبش بر یک مکلف بر یک مسلمان بیشتر از تعداد وجوب عام نماز و روزه و خمس و اینها. شما دقت بفرمایید حج تمتع در عمر یک مسلمان چند بار واجبه؟ یک بار، اونم اندر استطاعت. اگه شرط استطاعت بود بله حج تمتع یه بار در عمر میشه واجب، به بعضی ها مثلا واجب نمیشه. عرضم به خدمت شما خمس سالی یک بار واجبه، روزه سالی یک ماه واجبه، یا مثلا 30 روز 29 روز واجبه، نماز روزی 5 وعده واجبه، حالا نمازهای یومی البته، حالا بگذاریم از نمازهای واجبات خاص دیگه، اما به طور عام داریم میگیم امر معروف و نهی از منکر چی؟ خیلی مهمه. این تقریبا میشه گفت پرتکرارترین واجب اسلامه، یعنی شما شاید روزی چندین بار لازم بشه که امر به معروف کنید، نهی از یک منکری کنید، افراد گناهکاری که میبینید و شرایط وجوب برقرار هست. در این حال که پرتکرارترین واجب اسلام تلقی میکنیم ازش، حالا به تعبیر زمینی میشه گفت که از واجبات فوری اسلام هم هست، بلکه بگیم فوری ترین واجب اسلام هست. اینا ویژگی های خاصیه که امر معروف و نهی از منکر رو نسبت به بعضی از واجبات دیگه دین اسلام برتری میده، از این حیث که آموختنش برای ما و آموختنش به دیگران، تعلیمش، تعلمش این اهمیت خاص و بالایی پیدا میکنه. واجب فوری است امر معروف و نهی از منکر، نه واجب موسع است، نه حتی به فرموده برخی مراجع واجب مزیق هم بفرمان نیست. استفتا کردیم امر معروف و نهی از منکر واجب موسع است یا مزیق، فرمودن واجب فوری است، یعنی خیلی سریع. میدونید دیگه حالا زمان نیست بخوایم آیات و احادیثش رو بحث کنیم، امام مجتبی سلام الله علیه میفرمایند که لم تحل الله لعین مؤمنه تر الله یعصا فتطرف حتی یغیره، خدا حلال نکرده چشم مؤمن گناه ببینه مگر این که قبل از پلک زدن اون گناه رو تغییر بده، محو کنه اون گناه رو. حالا ما شاید زورمون نرسه گناه رو نابود کنیم، محوش کنیم، یه همون تذکر، همون نهی از منکر خودمون. اما بپردازیم به نوع وجوب و کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر. در اصل وجوبش که بحثی نیست و ادله به قدر کفایت عرض کردیم مختصر. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی؟ این یک سوالیه که خیلی‌ها می‌پرسن و در ذهن خیلی‌ها هست. ما نمی‌خوایم روی این خیلی بحث کنیم که اونایی که قائل به وجوب کفایی هستن، اون علمایی که قائل به وجوب عینی هستن، اینا ادله‌شون چیه، بحثشون چیه. من یه جمله مختصر میخوام عرض کنم. شما چه امر به معروف رو واجب عینی بدانید، چه واجب کفایی بدانید، تا وقتی گناه وجود دارد، ظهور و بروز دارد، گناه علنی، علم ازش حاصل میشه، رویت میشه، میبینیم گناه هست، چه امر به معروف واجب کفایی باشه چه عینی، شما باید تذکر بدی، باید امر به معروف ازمون کر کنی. قائلین به وجوب کفایی و قائلین به وجوب عینی هر دو میگن تا گناه هست باید تذکر بدی، باید نهی از منکر کنی. قاتلهم حتی لا تکون فتنه. نمیشه بگیم خب ما امر معروف و واجب کفایی میدونیم دیگه، خب قوه قضاییه هست و پلیس هست و بسیج هست و اینا باید برخورد کنه. نه، واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی وقتی به حد کفایت تعدادی عده‌ای به حد کفایت نهی از منکر کردن، گناه یعنی از بین رفت، حد کفایت یعنی این، وقتی گناه از بین رفت خب بله دیگه به تبع از بقیه ساقط میشه. اینا هم قائلین به وجوب عینی میگن، هم قائلین به وجوب کفایی. پس بعضیا نیان بگن آقا تو احکام امر معروف ما خوندیم واجب کفاییه، خب این درست، حرف غلطی نیست. نتیجه‌ای که ازش میگیرن غلطه، میگن که پس چون واجب کفاییه یه نفر تذکر داد دیگه نمیخواد ما تذکر بدیم. نه، کی همچین تعریفی از واجب کفایی انجام داده؟ کدوم مرجع تقلید؟ کدوم مجتهد؟ من باز نکته این مقدمه بحث هست، ساعت جلسه اول هست، ساعت اول این نکته رو عرض کنم. ما باید احکام دینمون رو خصوصا بحث برانگیز امر معروف و نهی از منکر رو فقط از مراجع عظام تقلید بگیریم، فقط از مراجع بزرگوار که تو این حوزه خلاصه کار کردند و مرجع تقلیده که ناسخ و منسوخ میشناسه، محکم و متشابه میشناسه، جرح و تعدیل میدونه، توثیق و تضعیف میدونه، رجال میدونه، درایه میدونه، عرضم به خدمت شما، و علوم دیگه که اینا وسیله استنباط احکام هست از متون دینی. هر کسی حق نداره بیاد از خودش، هر پژوهشگری مثل بنده، هر طلبه، هر کسی بیاد از خودش استنباط کنه بر اساس یه حدیث، یه آیه بیاد مثلا فتوا بده چه کنه. نه، ما فقط از رساله های مراجع بزرگوار اونچه که سوال داشتیم استفتا میکنیم از مراجع. هیچ مرجع تقلیدی
در واقع این بحث رو مطرح نکردن که وجوب کفایی یعنی یه نفر تذکر داد بقیه نمیخواد تذکر دادن. کی گفته اینو؟ همه مراجع میفرمایند یکی گفت اگه گناه مرتفع نشد، گناه از بین نرفت، بر بقیه واجب همه تذکر بدن. پس وجوبش کفاییه، اب نداره وجوب کفایی بدونیم. مثل امام راحل عظیم الشان نظرشون بر وجوب کفایی است و خیلی دیگه از علما مراجع تقلید. اما تعریف درست واجب کفایی رو هم خود مراجع بیان فرمودند. ادعی به حد من به الکفایه، به تعدادی که گناه از بین بره تذکر دادن، گناه از بین رفت، از بقیه ثابته. امر معروف پس از یک نگاه واجب کفایی است، عینی یا کفایی. غالبا متأخرین میفهمن وجوب کفایی است، وجوب عینی هم باشه همین. از یک زاویه دیگه نوع وجوب رو بررسی کنیم، ما واجبات رو به دو دسته تقسیم میکنیم. میفهمن واجبات توسلی دارد و تعبدی. واجبات تعبدی اونهایی است که نیت باید بکنیم براش، اونهایی است که غرض صرفا حصول مقصود و منظور در خارج نیست، غرض انجام واجب است. مثل نماز، نماز واجب تعبدیه، روزه واجب تعبدیه، نیت هم میخواد، قصد قربت درش شرطه، نماز میخوانم قربتن لله. اما امر معروف و نهی از منکر واجب توسلی است، یعنی هدف وصول به مقصود است، هدف ازاله منکره، این که گناه از بین بره، هدف اقامه واجبه، اقامه معروفه که این کار انجام بشه. لذا قصد قربت در شرط نیست، لازم نیست که ما نیت کنیم امر به معروف و نهی از منکر میروم بکنم قربتن الالله. نه، البته نیت کنیم اجر و مزدش بیشتره، در واقع ثوابش بیشتره، ثواب میدن، اما نیت در شرط نیست. حتی به قصد ریا هم میشه امر به معروف کرد، حتی به قصد حالا قشنگ نیست بگم، برداشت درست ازش بکنید، برداشت بد نشه، ولی حتی به قصد اینکه عصبانیت خودم و خشم خودم رو خالی کنم، مثلا میخوام امر معروف کنم که چرا این آدم برای نماز صبح خواب مونده، من مثلا بیدار شدم، یا این مثلا بد حجاب اومده بیرون، مثلا خیلی خنکشه، من تو چله تابستون مثلا چادر سرم کردم، تو گرما دارم میپزم. حتی با این قصد نیستن البته، ولی معدود افرادی باشه با این قصدن بخواد امر به معروف کنه با قصدی غیر از قربتن الله، اشکال نداره. امر به معروف و نهی از منکر واجب توسلی است و باید انجام بشه حتما. پس وجوبش کفایی است، توسلی است و واجب فوری است. حالا انشاءالله در مباحث بعدی در ادامه خواهید دید بحث های دقیق تر و تخصصی تری رو کم کم رو بحث امر معروف و نهی از منکر انشاءالله خدمت شما هدیه خواهیم داد. خدا انشاءالله همه ما رو آمر به معروف و نهی از منکر به وجه احسن و به شیوه های درستش قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.